خیلی از شما از دغدغه‌های خیلی عمده‌ای که دارید اینه که خیلی از امضاها رو نمیتونید راحت بزنید. اکثرتون میگید امضاها سخته و نمیتونید اونجوری که باید و شاید اون امضا رو به اون زیبایی بزنید. توی این پست میخوام چند تا امضای ساده بهتون آموزش بدم که در نگاه اول خیلی شیکه، حتی به نظر سخت میاد، اما با روشایی که بهتون میگم به راحتی میتونید این امضاها رو بزنید، لذت ببرید از زدنش و هر جا هم که هر کسی میبینه از زیبایی اون امضایی که زدید لذت ببرید. حتما چنل ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و منتظر پست های آینده باشید که کلی آموزش های جذاب دیگه هم براتون خواهیم داشت. بریم برای ادامه ویدیو. خب امضای شماره اول، توضیحاتی که میدم دقت کنید، با یه عدد 4 ببینید به این حالت میارم به صورت عدد 4 و در ادامه با یه خط افقی به سمت چپ و به سمت راست میارم و به یک حرف A وصلش میکنم. حالا اینجا میتونه A هم باشه یا نباشه، خب ولی برای بحث خود امضاست. اینجا میتونید اسم یا فامیلتون رو قرار بدید، حتی این میتونه به عنوان ای قرار بگیره، این میتونه ای قرار بگیره، یعنی حالتهایی که میتونید ازش استفاده کنید. اما در کل یه دونه از ساختارهای امضا میتونه براتون باشه بدون در نظر گرفتن حرف ای و یا حرف ای. امضای شماره دوم یه امضای جذابیه که خیلی ها دوستش داشتن، ویو بسیار بالایی رو توی اینستاگرام ازش داشتیم و خیلی ساده است. در مرحله اول یه عدد 6 رو می‌نویسیم، تبدیلش میکنیم بعدش به یک قوس به این شکل، بیزی شکل، یه عدد 1 رو در کنارش و با یه قوس میاریم بالا. میتونیم نیم رو هم اینجا قرار، حالا میتونه لاتین یا فارسی، دیگه به سلیقه خودتون این کار رو انجام بدید. میتونید حتی سخت‌ترش کنید، میتونید قوس رو کامل‌ترش کنید، اینو یه ذره کوچک‌ترش کنید، حتی این میتونه مدل دیگه‌ای مثل این در بیاد مثلا به این حالت و 1 رو اینجا بیارید قرار بدید. اینا دیگه میتونه با سلیقه خودتون کامل اون چیزی که باب میلتون هست در بیاد. امضای شماره 3 یه امضای رسمیه، بسیار شیک و جذابه، خیلی راحت میتونید این امضا رو بزنید. بخش اول رو با یه عدد 2 لاتین نوشتم، ببینید صورت یه 2 لاتین، به عدد 1 فارسی وصل میکنم و میارم بالا. اینجا میتونم باز نیم یا فامیل رو به صورت فارسی یا لاتین بنویسم. اینجا هم میتونید باز سخت‌ترش کنید، اون هم با توجه به خطوطی که داره، رفت و برگشتایی که میتونید رو خطوط بذارید، یه مقدار سخت‌تر کنه که الان این کفایت میکنه برای یه امضای شیک جذاب هست و کفایت میکنه. امضای شماره 4 هم باز یه امضای فوق‌العاده شیک رسمی هستش، نحوه زدنش رو دقت کنید. بازم یه عدد 1 آوردم، این دفعه برعکس حرف اس میارم بالا. میتونه اینجا باشه، میتونه با یک قوس کامل تر، ببینید اینجوری بشه. اینجا مثلا به این صورت تموم کردم ولی اینجا باز یه قوس دیگه آوردم که به سمت چپم رفت. در ادامه با یک خط افقی به سمت این ور میارم و با یک چرخش تمومش میکنم. بهتره این تمرین‌های مربوط به اینجور چرخش‌ها رو آروم حرکت ندید. یعنی هر چقدر بتونید تمرین جداگانه داشته باشید که با یک بار زدن بدون توقف این حرکت رو تو امضا بزنید، میتونه اون زیبایی شکل بگیره. مثلا بعضیا میان اینجوری آروم میبرن، خب مسلماً اون لرزشه باعث میشه که خوب در نیاد. خب جوری باید تمرین کنید که به این صورت بتونید این حرکت‌ها رو انجام بدید. و خیلی از حرکت‌های مختلفی که توی امضا هستش که توی پست‌های قبلی همه رو توضیح دادم، میتونید از اونها هم کامل دیدن کنید و نکته‌هایی که گفته شده در مورد امضا رو ازش بی‌نهایت استفاده کنید و امضای بسیار خوب و جذابی رو برای خودتون داشته باشید.